ایران سرزمینی با تاریخی چند هزار ساله و فرهنگی پررنگ و متنوع. این سرزمین در طول تاریخ شاهد برخاستن و سقوط چندین پادشاهی و حکومت بوده که هر یک از اونها بر روی تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جغرافیای ایران و جهان تأثیرگذار بودند. در این ویدیو قصد داریم به معرفی 5 پادشاهی و حکومت برتر ایران بپردازیم که نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح منطقه و جهان هم نقش مهمی داشتند. پس در این سفر تاریخی با من همراه باشیم. صفویان. صفویان دودمان ایرانی و شیعه بودند که در سالهای 880 تا 1114 خورشیدی به مدت 235 سال بر ایران فرمان روایی کردند. شاهنشاهی صفوی رو شاه اسماعیل یکم که در سال 880 خورشیدی در تبریز تاجگذاری کرد بنیان گذاشت و آخرین شاه صفوی شاه سلطان حسین بود که در سال 1101 خورشیدی از غلزایی ها شکست خورد و بعدن نادرشاه افشار در سال 1114 خورشیدی سلسله صفویان رو برانداخت. حکومت صفویان یکی از مهمترین دوره های تاریخ ایران بوده. در این دوره ایران به عنوان یکی از نخستین حکومت‌های شیعه در سراسر کشور شکل گرفت. در دوره صفوی ایران در زمینه‌های نظامی و هنری پیشرفت‌های چشمگیری کرد. حکومت صفوی تونست با فتح تبریز به دست سپاه قزلباش و رهبری شاه اسماعیل قدرت سیاسی را در دست بگیره. ادبیات هم در این دوره رنگی شیعه مذهبی به خودش گرفت و مرثیه سرایانی مانند محتشم کاشانی وارد این عرصه شدند. در دوره صفوی شهر اصفهان به عنوان مرکز فرهنگی و هنری شناخته می شد. معماری، خوشنویسی و نقاشی در این دوره به اوج خودش رسید. یکی از ویژگی های مهم جامعه صفوی اتحاد بود که بین علما و جامعه تجاری شامل بازاریان، اصناف و پیشه‌وران و اعضای تشکیل های شبه مذهبی بود. این حکومت جزو بهترین و تأثیرگذارترین حکومت های تاریخ ایرانه. اونها سرانجام با حمله سلطان محمود افغان و کشته شدن سلطان حسین از هم فرو پاشیدن. سلجوقیان. امپراتوری سلجوقی یک امپراتوری ترک تبار، فرهنگ ترکی ایرانی و سنی مذهب بود که توسط ایلخنیق ترکان اوغوز بنا شد. سلجوقیان 157 سال بر ایران حکومت کردند. گستره سلطنت سلجوقیان از شرق تا کوههای هندوکش، از غرب تا فلات آناتولی و شام، از شمال تا آسیای مرکزی و از جنوب تا خلیج فارس ادامه داشت. سلجوقیان از سرزمین مادری خودشون یعنی حاشیه دریای آرال به خراسان حمله کردند و سپس وارد بخش مرکزی ایران شدند و پس از اون با پیروزی بر امپراتوری بیزانس در نبرد ملازگرد آناتولی را تصرف کردند. جد این امپراتوری سلجوق پسر دقاق بود. دقاق بزرگترین فرمانده نظامی ایالت اوغوز یبغو بود. به دلیل مهارت اون در تیراندازی به اون لقب تیموریالق یا کمان آهنین داده بودند. سلجوقیان علاوه بر قدرت نظامی، پیشرفت‌های علمی فرهنگی و هنری هم داشتند. اولین کتاب چشم پزشکی فارسی به نام نورالعیون در دوره سلجوقی تألیف شد. مکتب نگارگری ایرانی هم در این دوره تشکیل شد و به سبک مکتب سلجوق شهرت پیدا کرد. سلجوقیان تحت تأثیر فرهنگ و زبان ایرانی قرار گرفتند. زبان فارسی در این دوره به عنوان زبان ضبط تاریخی تبدیل شد و جایگزین زبان عربی شد. این حکومت به شدت تحت تأثیر فرهنگ ایرانیان قرار گرفت و نقش مهمی در ایجاد پیوند بین فرهنگ‌های ترکی ایرانی داشت. مکتب سلجوقی به سادگی معروف بود و در این دوره هنرمندان از جمله نقاشان و خوشنویسان آسوده بودند و در رفاه کامل زندگی می‌کردند. خیام نیشابوری یکی از معروف‌ترین فیلسوف‌های این دوره بود. پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی بین جانشین‌های اون اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی ضعیف شد. سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه خوارزم آخرین سلطان سلجوقیان را شکست داد و حکومت خوارزم شاهیان را ایجاد کرد. اگه تا اینجای ویدیو رو لذت بردین حتما ویدیو رو لایک کنین. هخامنشیان.
حکومت هخامنشیان یا امپراتوری پارس یکی از بزرگترین و مقتدرترین امپراتوری های ایران بود که برای 220 سال بر ایران و سرزمین های اطرافش فرمان روایی کرد. هخامنشیان از خاندان هخامنش بودند که از نوادگان پادشاهان پارس بودند. اونها در سال 550 پیش از میلاد با شکست دادن آخرین پادشاه ما تحت رهبری کوروش بزرگ شروع به توسعه و گسترش کردند. وقتی به عنوان یک ایرانی به سلسله هخامنشیان نگاه می‌کنیم، حس غرور بسیار زیادی به ما دست میده که چگونه در 2500 سال پیش یک امپراتوری اینقدر سرشار از هنر و معماری و طرح و نقش‌های زیباست. شاید بتونیم امپراتوری هخامنشی رو به عنوان نقطه شروع مدرنیت در جهان بدونیم. این امپراتوری از بالکان و اروپای شرقی در باختر تا دره سن در خاور امتداد داشت و بیش از 50 میلیون نفر رو در خودش جای داد. هخامنشیان به مردم تحت حاکمیت خودشون آزادی مذهبی، فرهنگی و سیاسی میدادند و از تحمیل فرهنگ و زبان خودشون بر دیگران خودداری میکردند. اونها همچنین یهودیان رو از بندگی بابل رهایی دادن و بازسازی معبد اورشلیم رو حمایت کردن. هخامنشیان برجسته ترین آثار هنری و معماری خودشون رو در شهرهای پاسارگاد، حکمتانه و شوش ایجاد کردن. اونها از سبک‌های مختلفی مانند مصری، بابلی، یونانی و ایرانی تأثیر گرفتن و اونها رو با هم ترکیب کردن. اونها هنرهای مختلفی مانند سنگنگاری، سکه‌زنی، تراشکاری، نقاشی، موسیقی، شعر و داستان نویسی رو توسعه دادن. اونها دین زرتشت رو به عنوان دین رسمی خودشون انتخاب کردن و آیین زرتشت رو به شکل سازمانیافته‌ای اجرا کردن. هخامنشیان به علوم مختلفی مانند ریاضیات، نجوم، پزشکی، فلسفه، تاریخ و جغرافیا هم علاقه‌مند بودند و برخی از آثار علمی خودشون رو به زبان‌های دیگه مانند سوریانی، یونانی، عربی و پهلوی ترجمه کردند. جمعیت دقیق امپراتوری هخامنشیان مشخص نیست، اما برخی منابع تخمین می‌زنند که چیزی در حدود 50 تا 60 میلیون نفر بوده. این جمعیت از نظر تنوع قومی و مذهبی بسیار غنی بود و شامل مردمانی از ایران، مصر، بابل، آناتولی، یونان، هند و غیره می شود. امپراتوری هخامنشیان با احترام به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی مردمان خودش سیاست چند فرهنگی رو اجرا می کرد و به اونها آزادی‌های منطقه‌ای می داد. در وبسایت گینس از امپراتوری هخامنشیان به عنوان بزرگترین امپراتوری جهان از نظر جمعیت نام برده شده. بیش از 50 میلیون نفر از 112 میلیون جمعیت جهان اون زمان در این امپراتوری زندگی می‌کردند. امپراتوری هخامنشی در سال 330 پیش از میلاد توسط اسکندر مقدونی سرنگون شد و از بین رفت. اما میراث فرهنگی و تاریخی اون همچنان در آثار باقی مونده و در تاریخ نگاری و ادبیات زنده است. اشکانیان بعد از سقوط هخامنشیان توسط اسکندر مقدونی ایران در وضعیت خوبی قرار نداشت. اما حکومت اشکانیان حکومتی مقتدر و ایرانی تبار بود که برای مدت 471 سال بر ایران و سرزمین‌های اطرافش حکومت کرد. ایران زمان اشکانیان یکی از بزرگترین امپراتوری‌ها بود و تونست فرهنگ ایرانی و هخامنشی رو بار دیگر در میان مردم زنده کنه. سلسله اشکانیان یا پارتیان یکی از امپراتوری‌های ایرانی بود که از سال 247 پیش از میلاد تا سال 224 میلادی بر قسمت‌های زیادی از غرب آسیا حکومت می‌کرد. اشکانیان از قبیله پرنی بودند که در شرق ایران ساکن شدند و در تیراندازی و سوارکاری مهارت داشتند. اشکانیان با شکست دادن سلوکیان و رومیان اقتدار خودشون رو در منطقه افزایش دادن و فرهنگ ایرانی رو حفظ و گسترش دادن. اشکانیان به دین زرتشت اعتقاد داشتن و زبان پارتی رو به عنوان زبان رسمی خودشون به کار می بردن. اشکانیان همچنین آثار هنری و معماری زیبایی به جا گذاشتن که برخی از اونها هنوز هم باقی مونده. اشکانیان با داشتن یک ارتش قدرتمند و ماهر که با استفاده از تاکتیک‌های نظامی مانند تیراندازی از روی اسب و جنگ‌های جنگلی موفق به شکست رومیان و دیگر دشمنان خودشون شدند. حکومت اشکانیان با سیاست صلح و جنگ و حمله و دفاع تونستن از ایران در برابر اقوام مهاجم شرق و غرب دفاع کنن. اونها با امپراتوری روم و امپراتوری هان در چین روابط سیاسی و تجاری برقرار کردند و بارها با روم جنگیدند و پیروز شدند.
حکومت اشکانی با داشتن یک ساختار فدرالیستی به استانها و وابستگان خودشون اختیارات محلی میداد و از مردم بومی و محلی برای اداره امور استفاده میکرد. حکومت اشکانیان به هیچ وجه حکومتی فردمحور نبود و برعکس شاهان با وجود مجلس مهستان همیشه از تصمیم گیری های فردی و شتاب زده برحذر بودند. مجلس مهستان یک نهاد مشاوره‌ای بود که از نخبگان و بزرگان قومی تشکیل می‌شد و نقش مهمی در امور سیاسی و نظامی داشت. ناهماهنگی و تضاد بین شاهان و اربابان، حملات و تهاجم‌های خارجی و تغییرات فرهنگی و مذهبی از جمله مهمترین دلایلی بودند که باعث سقوط اشکانیان شد. قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی، حتما چنلمون رو ساب کنید و زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیومون رو میبینید. ساسانیان. حکومت ساسانی یا ساسانی ها یکی از بزرگترین و مقتدرترین امپراتوری های ایران بود که برای 427 سال بر ایران و سرزمین های اطرافش فرمان راند. ساسانیان با داشتن یک ساختار مرکزی و اداری، یک ارتش قدرتمند و مجهز و یک فرهنگ متنوع و غنی موفق به ایجاد یک امپراتوری بزرگ و پایدار شدند که در تاریخ ایران و جهان اثرگذار بود. امپراتوری ساسانی دومین امپراتوری بزرگ ایران در دوره باستان بود که از سال 224 تا 651 میلادی حکمرانی کرد. این امپراتوری ایران شهر نامیده میشد و شامل بخش‌هایی از خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز، هند و اروپا بود. ساسانیان زبان فارسی میانه را به عنوان زبان رسمی و دین زرتشت را به عنوان دین رسمی خودشون انتخاب کردند. اونها هنر، ادبیات، معماری، علم، فلسفه و فرهنگ ایرانی را توسعه دادند و با امپراتوری‌های روم، بیزانس، ترکان و عرب درگیر شدند. ساسانیان آخرین سلسله ایرانی پیش از اسلام بودند و تأثیر عمیقی بر تاریخ ایران و جهان داشتند. نقش برجسته های ساسانیان به عنوان برجسته ترین بخش هنری اونها شناخته میشن که معمولاً در کوها، سنگها، سکه ها و ظروف مسی حک شده بودند. نقش برجسته های ساسانیان موضوعاتی مانند شکوه و قدرت شاهان، پیروزی های نظامی، شکار، مذهب، مراسم و آیین‌ها را نشون میدادند. ساسانیان به جز مسیحیان که به دلیل روابط با روم تحت فشار قرار می گرفتن به سایر ادیان اجازه آزادی عقیده می دادن. این حکومت با داشتن یک ساختار مرکزی و اداری به شاه قدرت و اختیارات کامل می داد و از مقامات مختلفی مانند وزیر، فرماندار، سپهبد، دیواندار، دادگر و دیگران برای اداره امور استفاده می کرد. در رأس حکومت ساسانی شاه قرار داشت که دارای اختیارات کامل بود. ساسانیان با داشتن یک ارتش قدرتمند و مجهز با استفاده از سلاح‌ها و لوازم جنگی مانند شمشیر، تیر و کمان، نیزه، سنگ‌پران، زره، کلاه، فیل، اسب و شتر موفق به شکست دادن بیزانس و دیگر دشمنان خودشون شدند. ارتش ساسانی یکی از قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین ارتش‌های دوران باستان بود. حمله اعراب، جنگ‌های داخلی و خیانت‌ها، بحران اقتصادی و اجتماعی از جمله مهم‌ترین دلایلی بودند که باعث سقوط ساسانیان شدند. اگه تا اینجا ویدیو رو با ما همراه بودین و ازش لذت بردین، حتماً کانال رو ساب کنین و زنگوله رو هم بزنین. ویدیوهایی که الان روی صفحه می‌بینین رو هم از دست ندین، چون به شدت جذابن و می‌تونن سرگرمتون کنن. برای ماجراجویی های بیشتر با کانال تاپ 10 بست همراه باشید.